حادثه بازداشت و لتوکوب مهاجران در شهر خبرافس روز 12 دکبر رخ داده است. مهاجران که اساسا رانندگان از قرغیزستان و تاجیکستان هستند میگویند کارمندان ویژه یا امان شهر خبرافس آنها را بازداشت کرده، ساعت ها آنها را لتوکوب کردند. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید در میان مهاجران بازداشت شده 10 نفر از تاجیکان نیز هستند که یک نفر آنها لتوکوب شده است، در حالی که مهاجران میگویند تعداد شهروندان بازداشت شده تاجیکستان زیادتر است. مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه گفتند از 10 نفر از تاجیکانی که در جریان رید پلیس خبرافس روز 12 دکبر بازداشت شدند، 8 نفر آنها با سبب داشتن شهروندی روسیه و هم درست بودن سندهایشان زود آزاد شده، 2 نفر دیگر در بازداشت میباشند. با گفته مسئولین سفارت، دلر ایسای و رضا سفاروف به نقض قانونگذاری بودوباش روسیه متهم میشوند و علاقه قرار دادگاه برای اخراج دلر ایسای صادر شده و قرار دادگاه در نظر است که نسبت رضا سفاروف نیز ساعت‌های نزدیک معین شود. قرار دادگاه درباره اخراج دلر ایسایف در حال صادر می شود که به گفته مسئولین سفارت تاجیکستان او یگانه مهاجر تاجیک می باشد که از در جریان رید پلیس خبرافس مورد لتوکوب کارمندان پلیس شهر خبرافس قرار گرفته است و فعلا معلوم نیست که در حالت اخراج شدن دلر ایسایف تحقیق شکایتی او از شکنجه شدنش چگونه صورت میگیرد. مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه گفتند در حالت ثابت شدن آن که این شهروند تاجیکستان مورد لتوکوب قرار گرفته است، حتما به جانب روسیه نوت ارسال خواهند کرد. سالانه از تاجیکستان به روسیه زیاده از 1 میلیون نفر برای دریافت رزق روزی سفر میکنند و حادثه های بازداشت و بدرفتاری کارمندان پلیس نسبت مهاجران تقریبا هر ماه رسانه‌ای میشود. مولا رجب یوسفی، امیرالدین علیموف، آزادی دوشنبه.